سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهوری ایران بر استفاده از فضای مجازی برای کسب و کارها. روحانی میگوید اپیدمی پایان مشخصی ندارد. تصمیم آمریکا برای انصراف از تعقیب قضایی بانکدار متهم به نقض تحریم‌های ایران، علی صدر هاشمی نژاد آزاد می‌شود. نشست اوپک و متحدانش درباره تمدید توافق قبلی، صادرکنندگان نفت حفظ سقف تولید را بررسی می‌کنند. و مرجان خواننده و بازیگر قدیمی ایرانی درگذشت. سلام، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. در ایران با اینکه مقام‌های مسئول وضعیت بعضی از مناطق رو از نظر شیوع کرونا کم و بیش خطرناک اعلام کردند، امتحان نهایی دانش آموزان پایه 12 در سراسر کشور برگزار شده و کسب و کارها همچنان به فعالیتشون ادامه میدن. همزمان رئیس جمهوری ایران درباره لزوم استفاده از فضای مجازی برای کسب و کارها حرف زده. بر اساس تازه‌ترین آمار وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته نزدیک به 2300 بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شده و 75 نفر هم جانشون رو از دست دادن. فرین آسمی گزارش میده. افزایش آمار مبتلایان به کووید 19 همزمان با گرم شدن هوا و تعطیلات و افزایش سفرها. بررسی تحلیلی ما در 24 ساعت گذشته در بیماران جدیدی که به خصوص در بیمارستان‌های ارجایی ما در استان تهران بستری شدن معید این استش که در سابقه اینا حداقل بین 60% تا 70% سابقه سفر اخیر داشته و همونطوری ما هم پیشبینی میکردیم این موضوع میتواند در تعاقب سفرهایی بوده که ما در 10 روز قبل در ایام عید فطر در انتظارش بودیم. تأکید مقام‌های پزشکی برای ماندن در خانه ادامه دارد. فقط در 2 مورد ما میتونیم از منازل خودمون خارج بشیم. اون 2 مورد یکی انجام کار و فعالیت‌های اقتصادی اجتماعیه و یکی رفع مایحتاج خود و افراد خانواده است. رسانه‌های بیگانه خودش. اما در میان حرف‌های مقام‌های جمهوری اسلامی تناقضاتی هم وجود دارد. اینکه ما الان می‌بینیم مساجد ما باز شده و مردم هم میرن به عبادت، هم به دعا، هم به خلوصشون و هم فاصله رو مراعات میکنن، خب چه اشکالی داره؟ رئیس جمهوری ایران درباره استفاده از فضای مجازی برای کسب و کارها صحبت کرد. فعالیت اجتماعی حتی امکان باید از فضای مجازی استفاده کنیم. فضای حقیقی باید بشه اولویت دوم. آقای روحانی در حالی از لزوم استفاده از فضای مجازی صحبت می‌کند که زیرساخت‌های اینترنت ایران به دلیل کندی و مشکلات دیگر پاسخگوی نیاز کاربران نیست. نمونه آن هم شبکه آموزشی شاد، شبکه برای آموزش از راه دور به دانش آموزان است. این شبکه آنلاین عملاً برای خیلی از خانواده‌ها قابل استفاده نیست. وزیر آموزش و پرورش هم اعلام کرده که به مشکلات شبکه شاد واقف است. با وجود هشدارها، دانش آموزان پایه 12 امروز به صورت حضوری امتحان نهایی دادند. ستاد مقابله با کرونا در تهران از وزارت آموزش و پرورش خواسته امتحانات پایه 9 را غیر حضوری برگزار کند و این کار را راه حلی بی خطر برای پیشگیری از سرایت کرونا نامیده. اما آموزش و پرورش میگوید پروتکل‌های بهداشتی را رعایت می‌کند. با اینکه معاون اجتماعی بهزیستی اعلام کرده به دلیل مخالفت ستاد ملی کرونا مهد کودک ها فعلا باز نمی شوند، حسن روحانی ساعتی بعد گفت مهد کودک ها از 24 خرداد یعنی 1 هفته دیگر باز خواهند بود. بر اساس تازه ترین آمار وزارت بهداشت تا ظهر امروز 169425 نفر مبتلا شدند، 8209 نفر جان خود را از دست دادند و در این مدت 132038 نفر هم بهبود پیدا کردند. بعضی از منابع بیمارستانی و مرکز پژوهش‌های مجلس پیشتر گفته بودند که آمار واقعی بسیار بیشتر از آمار رسمی است. وزارت بهداشت میگوید استان خوزستان هم همچنان در وضعیت قرمز است. استانهای هرمزگان، کردستان و کرمانشاه در وضعیت هشدار قرار دارند.
با وجود همه این هشدارها و خط قرمزها، کسب و کارها تعطیل نیستند. خیابانها و وسایل حمل و نقل عمومی شلوغ است و حتی دولت گفته تورهای مسافرتی داخلی از یک هفته دیگر می توانند فعالیت خود را شروع کنند. فرین عاصمی، بی بی سی. در افغانستان همزمان با افزایش شمار مبتلایان به کرونا، دولت اعلام کرده طرح تازه‌ای را برای پیشگیری از ابتلا به این ویروس شروع کرده. امروز والی کابل اعلام کرد احتمالاً در این شهر دست کم 1 میلیون نفر به کرونا مبتلا شدند. این در حالی است که آمار رسمی مبتلایان شناسایی شده در افغانستان حدود 20,000 نفر اعلام شده. سازمان بهداشت جهانی توصیه کرده مردم در اماکن عمومی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ماسک بزنند. این سازمان پیشتر گفته بود شواهد کافی در دست نیست که نشان دهد افراد سالم هم نیاز به استفاده از ماسک دارند. اما حالا میگوید اطلاعات جدید نشان میدهد که ماسک مانعی در برابر قطرات بالقوه عفونی است. این در حالی است که آمار ثبت شده مبتلایان به کرونا در جهان به 7 میلیون نفر نزدیک میشه. نزدیک به 400,000 نفر هم جانشان رو بر اثر ابتلا به این ویروس از دست دادند. وزارت دادگستری آمریکا در اقدامی کم سابقه اتهام نقض تحریم‌های ایران علیه علی صدر هاشمی نژاد را پس گرفت. آقای صدر مدیر بانک منحل شده پیلاتوس مالت 3 ماه پیش در دادگاهی در نیویورک مجرم شناخته شده بود. استدلال دادستانی برای بستن پرونده او این است که به دلیل دورنگه داشتن ادله از دست وکلای مدافع متهم، حالا پیگیری روند قضایی بی‌ثمر خواهد بود. علی صدر هاشمی نژاد متهم بود که با استفاده از نظام مالی آمریکا در طول چند سال 115 میلیون دلار از ونزوئلا برای شرکت خانوادگی صدر در ایران ارسال کرده بود. از 6 مورد اتهامی او در 5 مورد مجرم شناخته شد. خود او این اتهامات را رد کرده بود. همزمان دافن کاوانا گازیلیا خبرنگار اهل مالت که درباره این پرونده تحقیق میکرد حدود 3 سال پیش در انفجار اتومبیلش کشته شد و پرونده او هرگز به جایی نرسید. فرزندش حالا خواهان استرداد آقای صدر هاشمی نژاد به مالت برای محاکمه کردن او شده. پیشتر از آرش حسن نیا روزنامه‌نگار اقتصادی از پیچیدگی‌های این پرونده و اتهامات آقای صدر هاشمی نژاد پرسیدم. اتهامات آقای علی صدر هاشمی نژاد در کیفرخواستی که در دادگاه مطرح شده بود دور زدن و نقض تحریم ها بود، پولشویی بود، فساد مالی و بانکی بود و بالاخره توطئه برای قتل خانم دافن کاروانا گالیزیا که روزنامه نگار مالتی بود که حول و حوش عملکرد بانک پیلاتوس در مالت تحقیقات رو انجام داده بود و گزارش هایی رو منتشر کرده بود. همون زمان پیش بینی میشد که اگر این اتهامات ثابت بشه در واقع حبس ابد در انتظار آقای صدر هاشمی نژاد خواهد بود. دفاعیاتی هم که آقای هاشمی نژاد و وکیلش در دادگاه داشتند این بود که در واقع او وظیفه توسعه فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های خانوادگی خودش و پدرش رو در خارج از کشور به عهده داره و اساساً این مبالغی که پرداخت شده از بابت قراردادهایی است که شرکت استراتوس که به معنای واقعی کلمه یک غول اقتصادی است در ابعاد اقتصاد ایران، یک هلدینگ بسیار بزرگی است که در حوزه‌های مختلفی فعالیت داره و محمد صدر هاشمی نژاد پدر علی صدر هاشمی نژاد از اعضای هیئت مدیره و بنیانگذاران این شرکت هست، در دوره دولت محمود احمدی نژاد و نزدیک شدن ایران و ونزوئلا 2 قرارداد احداث 7000 واحد مسکونی در ونزوئلا و همچنین 12000 واحد مسکونی در قالب تأسیس یک شهر جدید در این کشور رو عهده‌دار شده بود. ارزش اون قراردادها در حدود 500,000 دلار ارزیابی میشد و اعلام شده بود که این مبلغی که شما هم اشاره کردید، یعنی واریز کردن 115 میلیون دلار، در واقع بازپرداخت همون مبالغ در قالب اون قراردادها بود. توصیفی که رسانه ها از اتفاق اخیر کردن در رسانه های مختلف، رویه غیر معمول و نادر عنوان کردن این در واقع پس گرفتن کیفرخواست رو. دلیلی هم عنوان شده برای اون؟ دلیل همین دلیلی بودش که شما اشاره کردید، اما یک حساسیت ویژه‌ای رو این پرونده داره و اون هم قتل روزنامه نگار مالتیست خانم دافن کاروانا گالیزیا که خودروی بمبگذاری شده او منفجر شد در مهر ماه 76
نکته ای که داشت اسامی بود که در این پرونده و در گزارش های این روزنامه‌نگار آمده بود. از همسر نخست وزیر مالت نامی به میان آمده بود، از یکی از دختران آقای الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان نامی به میان آمده بود و مبادلات مالی که توسط بانک پیلاتوس که مدیریت اون با علی صدر هاشمی نژاد بود اتفاق افتاده بود. فراموش نکنیم که در گزارش هایی که از دادگاه، از جلسات دادگاه آقای صدر هاشمی نژاد پیش از این منتشر شده بود، گفته شده بود که آقای هاشمی نژاد در دوره 2011 تا 2013 در مجموع حدود 9 میلیون دلار سرمایه به آمریکا وارد کرده که عمدتاً در بخش املاک مستغلات ایالت کالیفرنیا سرمایه گذاری شده. آرش حسنیا بود، کارشناس اقتصادی. با این توضیح که اسامی در این مصاحبه ذکر شد که هنوز به صورت رسمی اتهامی علیه اونا از طرف دادگاهی پیش نیومد، اما سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک و متحدانش امروز درباره حفظ سقف تولیدشون یا افزایش اون تصمیم میگیرن. نشست وزیران نفت و انرژی اوپک از ساعتی پیش به صورت کنفرانس ویدئویی آغاز شد و پس از پایان اون قرار نشست اوپک با 10 کشور متحدش موسوم به اوپک پلاس شروع بشه. طبق توافق قبلی قرار بود از اول ژوئیه یعنی ماه آینده میلادی تولید این کشورها 2 میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کنه، ولی بعضی از کشورها میخوان سقف تولید فعلی برای 1 ماه دیگه حفظ بشه. همکارم بهرنگ تاجدین اینجا در استودیو با ما هست. بهرنگ، اشاره کردیم به اون جلسه‌ای که 3 ماه پیش برگزار شد، کمی بهمون بگو اونجا چه توافقی شد و حالا چه اتفاقی میخواد بیفته؟ ببین، این جلسه امروز یه جلسه عادیه، هر سال همین موقع سال اوپک جلسه داره، ولی اصلا شرایط امسال شرایط عادی نیست. اگه خاطرتون باشه 3 ماه پیش اوایل ماه مارس جلسه فوق‌العاده اوپک برگزار شد که اون موقع در شرایطی که تازه اثرات همه‌گیری جهانی کرونا روی تقاضای جهانی برای نفت خام شروع شده بود، اون موقع دعوای روسیه با بقیه سر این که 1,600,000 بشکه در روز تولید کم کنن یا فقط 600,000 بشکه در روز باعث شد که اصلا به نتیجه نرسه و نشست شکست بخوره و یه دفعه از اول ماه آوریل هیچ گونه سقفی برای تولید هیچ کدوم از این کشورها دیگه وجود نداشت و بعد از اون انقدر قیمت به سرعت پایین اومد و سقوط کرد که این کشورها مجبور شدن یک نشست اضطراری بذارن تو ماه آوریل و تصمیم میگیرن برای ماه مه و ماه ژوئن، ماه ژوئن که همین چند روز پیش شروع شد، تولیدشون رو تقریبا 20% کم کنن. یعنی حالا خودشون میگن 9,700,000 بشکه، بهتر وارد جزئیاتش نشیم چون سر معیار و مقیاسش دعوا هست، و قرار بود برای دو ماه مه و ژوئن تقریبا 10 میلیون بشکه در روز تولیدشون رو کم کنن و از اول ماه ژوئیه که 3 هفته دیگه شروع میشه این کاهش تولید رو از 10 میلیون بشکه برسونن به 8 میلیون بشکه، یعنی 2 میلیون بشکه تولید رو بالا ببرن. الان بعضی از کشورها از جمله عربستان فکر میکنن که نه، این سقف تولید فعلی باید حفظ بشه و توی بازار هنوز انقدر تقاضا وجود نداره که اگر تولید رو بخوان حدود 1 ماه دیگه 2 میلیون بشکه در روز بالا ببرن مجدداً منجر به سقوط قیمت ها نشه. و حالا باید منتظر چه بود؟ اصولا الان برای این توافقی که الان میخوان بهش برسن چه موانعی وجود داره بر سر راهشون؟ ببین، 2 تا مانع کلی هست. یه مانع اینه که بعضی از کشورها، مخصوصا بعضی از کشورهای عضو اوپک، مخصوصا عراق، در چند سال گذشته به سهمیه هاش پایبند نبوده و در این 1.5 ماهی هم که از شروع این توافق جدید گذشته مجددا به سهمیه به در واقع این سهمیه عمل نکرده و تازه صحبت از اینه که کشورهایی که توی این مدت به سهمیهشون پایبند نبودن در چند ماه آینده تولیدشون رو بازم ببرن پایین تر که جبران این چند ماه رو بکنن، به نوعی در واقع جبران کنن و بازار رو متعادل کنن. ولی مشکل دیگه اینه که هر توافقی باشه، نه فقط اعضای اوپک که اون 10 کشور متحدش از جمله روسیه و مکزیک و اونها هم باید به اتفاق آرا تایید کنن. مکزیک مجدداً حاضر نیست که در واقع به این تولید در واقع تولیدش رو بیشتر کاهش بده، داره در واقع بازی در میاره. A miembros de la OPEP
اعضای اوپک از موضع ما اطلاع دارند. ما به تعهداتمون برای کاهش 100 هزار بشکه ای عمل کردیم. نمیتوانیم تولیدمان را بیشتر از این تغییر بدهیم. برای عمل به همین تعهد هم مجبور شدیم چند چاه نفت را ببندیم. اگه یادتون باشه دو ماه پیش که توافق قبلی بود سهمیه مکزیک قرار بود 400 هزار بشکه در روز باشه که مکزیک قبول نکرد. در واقع سه روز کار به درازا کشید و در نهایت قرار شد آمریکا بره 300 هزار بشکه از طرف مکزیک از تولیدش کم کنه. آمریکایی که دهه ها رقیب اوپک، دشمن اوپک بوده، حاضر شد که تولیدش رو کم کنه. و مسئله اینه که از صحبت های رئیس جمهوری مکزیک مشخصه که مکزیک حاضر نیست که حتی این 100 هزار بشکه رو هم ادامه بده، چه برسه به اینکه بیشتر از تولیدش کم کنه. در نتیجه حتی اگر اعضای اوپک به توافق برسن، حتی اگر عراق از خر شیطون پایین بیاد قبول کنه که به سهمیش عمل کنه، یک کشور به طور خاص روسیه، مکزیک یا هر کدوم از اون 10 کشور دیگه میتونن در نهایت بگن نه و کلن کشورها به هیچ توافقی نرسن. ممنونم ازت بهنگ، همکارم بهنگ تاجدین اینجا در استودیو. به میانه برنامه رسیدیم، نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. رئیس جمهوری ایران گفته اپیدمی کرونا پایان مشخصی ندارد و کسب و کارها باید با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی دوباره فعال شوند. دادگستری آمریکا از ادامه تعقیب قضایی یک بانکدار ایرانی متهم به نقض تحریم‌ها انصراف داد. و در ادامه برنامه نگاهی به سرگذشت مرجان، خواننده کبیر دل که در غربت درگذشت. عبدالغفور لیوال، سفیر افغانستان در تهران که به هدف تحقیق و بررسی چگونگی سانحه سوختن خودروی مهاجرین افغان در شهر به شهر یزد ایران سفر کرده، گفته مسئولان ایرانی پذیرفتند که ماموران به طرف اونها شلیک کردند. عبدالغفور لیوال گفته با 5 مجروح حادثه در بیمارستان و 3 نفر دیگه از اونها در اردوگاه و محل حادثه ملاقات کرده. کشته شدن 3 مهاجر غیرقانونی افغان بر اثر آتش گرفتن خودروی اونها در یزد واکنش‌های زیادی در میان افغان‌ها داشته. دولت افغانستان هم گفته که مفصل در این باره تحقیق خواهد کرد. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. آن 3 مهاجر در این موتر زنده سوختند. پایان دردناک زندگی. چند دقیقه قبل از این تصویر برداری، هیچ کس دقیق از درد و آنچه که داخل صندوق عقب ماشین رخ داده خبر ندارد. این جمله یکی از 14 سرنشین این ماشین گویای بخش کوچک آن لحظات است. بشین پایین. همین جمله سر زبان بسیاری افغان‌ها افتاده، نشانه ای از اعتراض بر رفتار با مهاجرین افغان در ایران. برخی این گونه رفتار با شماری از مهاجرین افغان در ایران را تبعیض نژادی خوانده و آن را با رویداد کشته شدن جورج فلوید، یک سیاه‌پوست آمریکایی توسط پلیس این کشور مقایسه کردند. آن یکی گفت نمی‌توانم نفس بکشم. این یکی گفت سوختم. غفور لیوال، سفیر افغانستان در ایران، دیروز راهی یزد شد و با مقام‌های ایرانی و مجروحین حادثه صحبت کرد. آقای لیوال به نقل از مسئولین ایرانی گفت که قاچاقبران انسان که 13 مهاجر افغان و 1 مهاجر پاکستانی را سوار کرده بودند، به دستور ایست نیروهای امنیتی توجهی نکردند. نیروهای امنیتی به تایر ماشین شلیک می کنند که آتش می گیرد. اینا پذیرفتن مسئولین که فایر صورت می گیرد و در اثر این فایر تایر این موتر هدف قرار می گیرد و در اثر از او این تایر آتش می گیرد، اما موتر با سرعت حرکت میکنه. ما با مجروحین حادثه صحبت کردیم، اونها گفتن که ما هر چی صدا کردیم بالای دریور که استاد کو که موتر میسوزه، متاسفانه دریور استاد نمیکنه تا زمانی که این آتش به حد میرسه که موتر به موانع کنار سرک تصادم میکنه.
هنوز پرونده ادعای غرق کردن مهاجرین افغان توسط نیروهای مرزی ایران بسته نشده که پرونده سوخته شدن مهاجرین غیرقانونی باز شده. ایران بچه می‌بینی عام جهانار خدا قرآن فیصله کرد. دولت ایران میگوید مرزبانان این کشور هیچ دخالتی در رویداد غرق شدن مهاجرین نداشتند. شاهدین و مقام‌های افغان اما میگویند کار مرزبانان ایرانی بوده. هنوز نتایج تحقیقات دو طرف اعلام نشده. کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته که نتایج بررسی‌های این قضیه باید همگانی شود. داستان مرگ آنهایی که به امید زندگی بهتر راهی خانه همسایه شده بودند. علی حسینی، بی بی سی، کابل. واشنگتن امروز برای بزرگترین تظاهرات اعتراضی از زمان کشته شدن جورج فلوید آماده میشه. فلوید سیاه‌پوست حدود دو هفته پیش در بازداشت پلیس در ایالت مینسوتا جان باخت. تصاویری که می‌بینید تصاویر مینیاپولیس هست، جایی که جورج فلوید به دست پلیس سفیدپوست آمریکایی کشته شد. تظاهرات در واشنگتن امروز قرار اطراف کاخ سفید باشه و همینطور بناهای نمادین در این شهر. شهردار واشنگتن هم نام یکی از میدانهای اصلی شهر رو، خیابانی که منتهی میشه به کاخ سفید رو، تغییر داده. اسم اون خیابان رو گذاشته زندگی سیاهان اهمیت داره و این شعاری است که معترضان به تبعیض نژادی علیه سیاه‌پوستان میدن و همینطور به دستور شهردار واشنگتن این شعار به شکلی بزرگ روی کف یکی از خیابان‌های منتهی به کاخ سفید هم نقش بسته. علاوه بر آمریکا، در نقاط دیگری از جهان هم اعتراض‌هایی در همبستگی با معترضان برگزار شده، از جمله در استرالیا و بریتانیا. در لندن هم همین حالا تظاهرات بزرگی در مقابل پارلمان علیه نژادپرستی در جریان هست. اما در ادامه چند خبر کوتاه. کلی کرافت سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفته کشورش پیشنویس قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی ایران رو در اختیار روسیه قرار داده. او گفته این پیشنویس علاوه بر روسیه در اختیار فرانسه، بریتانیا و آلمان هم قرار گرفته. روسیه و چین پیش از این مخالفت خودشون رو با تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران اعلام کردند. طبق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل این تحریم‌ها حدود 4 ماه دیگر پایان می‌یابد. به دنبال آزادی مایکل وایت، شهروند آمریکایی از زندان در ایران، آمریکا همچنین خواستار آزادی سیامک نمازی و مراد تاهباز، دو شهروند ایرانی آمریکایی زندانی محبوس در ایران شدند. براین هوک، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور ایران، از جمهوری اسلامی خواسته دیپلماسی را با دیپلماسی پاسخ دهد. در روزهای گذشته همزمان با آزادی سیروس عسکری و مجید طاهری از زندان‌های آمریکا، مایکل وایت، نظامی سابق آمریکایی هم در ایران آزاد شد. پیش از این مسعود سلیمانی، استاد دانشگاه زندانی در آمریکا، با ژیاو وانگ، پژوهشگر چینی آمریکایی محبوس در ایران مبادله شده بود. مدیر عامل خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا با حکم وزیر ارشاد تغییر کرد. محمد رضا نوروزپور به عنوان مدیر عامل جدید ایرنا انتخاب شده. او پیش از این معاون سخنگو و دبیر شورای اطلاع رسانی دولت حسن روحانی بود. این تغییر مدیریت کمتر از یک هفته پس از انتشار مصاحبه‌ای با حبیب الله سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش ایران، در خبرگزاری ایرنا صورت گرفت. آقای سیاری در اون مصاحبه از تبلیغ فعالیت‌های سپاه پاسداران و زیر سوال بردن ارتش انتقاد کرده بود. این مصاحبه اندکی بعد از روی سایت ایرنا حذف شد. مرجان، خواننده و بازیگر قدیمی ایرانی، در سن 72 سالگی در آمریکا درگذشت. علت مرگ او ایست قلبی اعلام شده. شهلا صافی ضمیر که به نام هنری مرجان شناخته میشد، در 21 سالگی با فیلم دنیای پر امید وارد عرصه سینما شد و با اجرای ترانه کویر دل به شهرت رسید. مرجان بعد از انقلاب در ایران مدتی بازداشت شد. او در مصاحبه‌ای گفته بود جرمش هواداری از سازمان مجاهدین خلق بوده و پس از آزادی 17 سال ممنوع الخروج بود. او که پس از خروج از ایران در شهر لس آنجلس آمریکا زندگی می‌کرد، تا پایان عمر هوادار سازمان مجاهدین خلق باقی ماند. یو بی تو دلم پر درده،
ساکت و سرده. بهزاد بلور همکارم از لندن با ما هست. بهزاد، در ابتدا بهمون بگو که خواننده های دیگه چه واکنشی داشتن به درگذشت مرجان. درود به شما بیننده ها. چند خواننده، آقای ابی ابراز تاسف کردن، خانم شهناز تهرانی همینطور که بازیگر سینما بودن و الان خارج از کشور هستن، در بعضی از فیلم ها با خانم مرجان بازی کردن و احساس تاسف کردن. همینطور خانم گوگوش، گفته میشه که بعض گفتن تسلیت ابراز کردن که در زندان که بودن، در بند که بودن، با خانم مرجان هم بند بودن در زندان، و اینم خودش خیلی نکته عجیب و جالبی بودش. گویا ایشون در سال 1961 بازداشت شده بودن در ایران برای مدتی. بله، به همین مسئله هم اشاره کردیم که ایشون بازداشت بوده. کمی بهمون بگو بعد از اینکه از بازداشت در واقع بیرون اومد ایشون و سالها هم ممنوع خروج بود و بعد از اون تونست برگرده، تونست از کشور خارج بشه، چیزی اثری تولید کرد بعد از خروج از ایران؟ بله بله، پیش از اینکه از ایران خارج بشن، افشین خواننده آهنگ سکه ماه ایشون رو بازخونی کرد و خیلی هم از ایشون یاد کرد، و این یک باری بود که موجی از اسم و آهنگایشون دوره پخش شد بین جوانان، و شرکت ترانه در آمریکا یکی از آلبوم هایشون که 11 آهنگ داره رو بازپخش کردن. بعد ببینیم که خانم مرجان که اسمشون شهلا صافی زمین رو همچنین گفتید، چون یک خواننده دیگر در زمان خودشون اسمش شهلا بود، اسم مرجان انتخاب کردن. اولا بیشتر در کار سینما بودن و در آهنگ ها در فیلم ها میخوندن، و بعدا در دهه 50 تصمیم گرفتن که وارد عرصه موسیقی بشن، و با آهنگسازی خیلی درست حسابی و قدیمی ما مثل پرویز مقصدی کار کردن ایشون و همینطور عماد رام، و بعد دیگه بیشتر وارد موسیقی پاپ شدن. وقتی اومدن خارج از کشور، همونجوری که شما میدونین، اصلا به خاطر هواداریشون از سازمان مجاهدین خلق ایران بود گفته میشه که دستگیر شدن. وقتی اومدن بیرون با این سازمان همکاری کردن، در خیلی از گرد همایشون شرکت کردن، به هواداری ازشون و براشون آواز خوندن. آهنگی به نام رهایی رو در این دوره خارج از کشور اجرا کردن که کار پرویز رحمان پناه هستش که نوازنده تار در لس آنجلس هستن، و بعدش هم سال گذشته در کشور آلبانی البته باید بگم، در پادگان اشرف 3 سازمان مجاهدین خلق آهنگی رو اجرا کردن به اسم براندازی، و این آخرین باری بود که در ملای عام دیده شدن. ایشون در خارج از کشور غیر از این کارهای فعالیت‌های میشه گفت سیاسی هنری، آهنگی دیگر رو بیرون نداد. و البته امیدواریم که، و همینطور هم هست، همه او رو با آهنگ‌هایی که پیش از انقلاب در واقع خواند و خیلی‌ها با اونها زندگی کردن، هنوز هم شنیده میشه آهنگاش. ممنونم ازت بهزاد. بهزاد بلور همکارم از لندن. خوش وقت. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه بودید.